سلام به یکی دیگه از ویدیوهای جنجالی کانال پارس فکت خوش اومدید. در این ویدیو به حاشیه‌های 69 رپر پرحاشیه این روزها که شباهت‌های زیادی هم به تتلو داره میپردازیم که نشون میده زندگی بسیار عجیبی داشته. پس حتما ویدیو رو تا انتها مشاهده کنید و کانال پارس فکت رو سابسکرایب کرده و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای جنجالی بعدی ما جا نمونید. سیکس ناین رپر مشهور 24 ساله که هفته های پایانی حبس خانگی خود را سپری می کند، به خاطر حفظ امنیت خود تصمیم گرفته از فضای مجازی فاصله بگیرد و به صورت موقت اکانت اینستاگرام خود را غیر فعال کند. سیکس ناین در گفتگو با TMZ عنوان کرد وکیلش این پیشنهاد را برای امنیت او مطرح کرده و گفته ممکنه در طول لایو یا پست های اینستاگرامش اشتباهاً محل اقامت خود یا مکانی که میخواد بره رو لو بده. سیکس ناین برای حفظ امنیت خود پس از پایان حبس خانگی تصمیم گرفته 22 نفر از افسران سابق اجرای قانون را به عنوان بادیگارد استخدام کند و 5 ماشین ضد گلوله نیز او را هنگام بیرون رفتن اسکورت کنند. 69 در ادامه گفت با این وجود برای بیرون رفتن از خانه هیچ ترسی ندارم و از اینکه دوباره میتونم به شهر و خیابان‌ها برگردم هیجان زده هستم. پیش از این 69 خواننده مشهور موسیقی رپ به 3 سال زندان به جرم آزارهای جنسی محکوم شده بود. جرم دقیق 69 جرایم جنسی، کودک آزاری و استفاده از کودکان در روابط جنسی اعلام شد. این خواننده آمریکایی همواره در حاشیه بوده و مدتی پیش هم ربوده شد که در نهایت آدم روباها جواهرات او را بردند و خودش را در کنار خیابان رها کردند. 69 درباره آن حادثه گفته بود اگر پول و جواهرات نداشتم مهاجمین حتما من را می‌کشتند. چند وقت پیش بود که 69 در لایو خود 2 میلیون بیننده جمع کرد و با فاصله خیلی زیادی رکورد امیر تتلو که 600 هزار بود شکست. 69 بعد رکورد زنی در اینستاگرام یک استوری منتشر کرد و خطاب به افراد معروف جهان نوشت می توانید با من رقابت کنید؟ این رپر حبس کشیده بعد از انتشار آهنگ جدیدش با عنوان گوبا در لایو اینستاگرام خود به بحث در مورد شهادتش علیه دار و دسته ای که قبلا عضوی از آنها بوده پرداخت. این بحث اینستاگرامی با بیش از 2 میلیون نفر شرکت کننده رکورد لایو اینستاگرام را شکست. او در حالی به ویدیوی لایو اشاره می کند که با انتشار تصویری از 2 میلیون نفر جواب مخالفانش را داد و گفت چرا فکر می کنید که می توانید با من رقابت کنید؟ در ادامه نگاهی میاندازیم به بیوگرافی این رپر پرحاشیه. دانیل هرناندز در تاریخ 8 مه سال 1996 در بروکلین نیویورک متولد شد و هرناندز با زبان اسپانیایی بزرگ شده. او با برادر بزرگترش و پدر و مادرش زندگی میکرد. البته تا زمانی که 13 سال داشت. بعدها برادرش پدرش را به قتل رساند و پس از قتل هرناندز دچار افسردگی و اختلال و استرس شد و بستری شد. هرناندز از لحاظ عاطفی ناشی از مرگ پدرش شروع به کار کرد و در نهایت از مدرسه در کلاس 8 برای رفتار بد اخراج شد. او به جای ادامه تحصیلات خود مشغول به کار در زمینه‌های گوناگون بود، مثلا یک کارمند برای کمک مالی به مادرش. هرناندز همچنین به مواد مخدر برای تکمیل درآمد خود روی آورد.
او در نهایت برای فعالیت‌های جنایتکارانش دستگیر شد و به زندان محکوم شد، جایی که او شروع به ارتباط با یک زیرمجموعه باند خیابانی کرد. بعدها هرناندز کار خودش را به عنوان یک رپر در سال 2014 آغاز کرد و آهنگ‌های مانند 69 را منتشر کرد. سایر آهنگ‌های او توسط یوتیوب حذف شدند. او در طول 3 سال چندین آهنگ منتشر کرد و توجه مردم را با سبک رپ و شجاعت و استفاده از انیمه به عنوان تصاویر ویدیویی موزیک و غیره جلب کرد. بسیاری از آهنگ‌های اولیه او توسط یک گروه موسیقی در اسلوواکی منتشر شد. چند ماه بعد تک آهنگ فیفی که توسط همکاری با نیکی میناج ساخته شده بود در رتبه 3 صد آهنگ برتر قرار گرفت. 6ix9ine رپر پرحاشیه در مدتی که به خاطر کرونا در حبس خانگی بود قصد داشت مبلغ $200,000 به یک مؤسسه خیریه کمک مالی انجام دهد، اما کمک مالی این خواننده توسط مؤسسه پذیرفته نشد. این مؤسسه با انتشار پیامی پیرامون این موضوع نوشته است: از کمک آقای هرناندز تشکر می‌کنیم. به عنوان یک سازمان کودک محور، سیاست ما این است که کمک مالی افرادی را که فعالیتشان با ارزش‌ها و تکالیف ما همتراز نیست را رد کنیم. 6ix9ine هم در واکنش به رد کمک مالیش توسط این مؤسسه در استوری اینستاگرام خود نوشت: این سازمان ترجیح می‌دهد غذا را از دهان کودکان بیگناه بیرون بکشد. من هرگز چیزی به این اندازه ظالمانه ندیده بودم. در ادامه به نکته‌های مهمی که در مورد این خواننده مطرح هست اشاره می‌کنیم. سیکس ناین در سال 2015 به اتهام همخوابی با یک دختر 13 ساله دستگیر و به 3 سال زندان محکوم شد. او در مصاحبه ای گفت: لمس یک دختر 13 ساله همه زندگی حرفه‌ای او را تحت تاثیر قرار داده و ضربه بزرگی به کار او زده. 3 سال پس از آزادی از زندان به اتهام انتشار عکس‌های مستهجن و کودک آزاری مجدداً در سال 2018 به زندان محکوم شد. او همچنین پس از این ماجرا باید از هر گونه فعالیت‌های گروهی و انتشار عکس‌های نامناسب از زنان و دختران جلوگیری کند. او یک بار در جولای سال 2018 دزدیده شد. هدف از این آدم ربایی برای دریافت پول بوده که $750,000 جواهرات و $35,000 پول از او دزدیده شد. 6ix9ine در 12 سالگی با دختری به نام سارا مولینا قرار می‌ذاره. اونها پس از فراز و فرودهایی در رابطه با هم صاحب یک دختر میشن. هر کدوم از آهنگ‌های معروف او حدود 1 میلیارد بازدید در یوتیوب داره. در ماه می 2020 او با 2 میلیون بیننده آنلاین لایو اینستاگرام رکورددار بیشترین بیننده لایو اینستاگرام شد. پیج اینستاگرام و کانال یوتیوب این رپر مشهور چندین بار از طرف اینستاگرام و یوتیوب بسته شد. از جهت حاشیه‌های اینستاگرام و میزان زیاد تتو بین اون و تتلو شباهت‌های دیده میشه که این موضوع باعث میشه امیر تتلو چندین بار به این خواننده اشاره کنه و بگه: من هم از لحاظ هیکل از 6ix9ine بهترم، هم تیپ و هنر. نظر شما در مورد این رپر پرحاشیه چیه؟ فکر میکنید اون پرحاشیه تر بوده یا تتلوی خودمون؟ ممنون که این ویدیو رو تا انتها نگاه کردید. لطفاً و حتماً نظرتون رو برای ما بنویسین و این ویدیو رو برای بقیه به اشتراک بذارید.
راستی لایک ویدیو یادتون نره که این تنها راه حمایت از ماست. تا ویدیوی بعدی بدرود.